به نام آنکه نویسنده جهان است. درود بر دوستان، در ایوان کاخ بلند دور دری با شما سخن میگویم. در این برنامه یکی از داستان نویسان امروز را با خود خواهیم داشت. هم نگاه من باشد. همان گونه که گفته شد، در این برنامه یکی از داستان نویسان امروز بانو وسیم بادغیسی را با خود داریم. او از داستان نویسان شناخته شده سرزمین ماست که به نوشتن داستان کوتاه می پردازد و در این راه گام های موفقانه گذاشته است. اینک سخنان بیشتر را در زمینه آغاز کار نویسندگیش و ادامه آن از دریچه صدای خودش می نگریم. من وسیمه بادغیسی نام دارم و از جمله کسایی می باشم که در زمینه ادبیات داستانی علاقه دارم و نوشته دارم و اثر دارم و در واقع نویسندگی به علت خواندنهای خیلی زیاد و ممتد در از دوران کودکی شروع تا دوران نوجوانی و بعد از نوجوانی ادامه دادم و مهمترین علت از او ای بوده که من کتاب‌های خیلی زیاد در دسترس بوده در خانواده و خانواده ما خیلی اهل کتاب، شعر، ادبیات بودن و به همین علت در محیطی که رشد کردم بیشتر علاقمند ادبیات شدم و همی خواندن خیلی زیاد سبب شد که ذهنیت خیلی قوی بگیرم و علاقه خیلی قوی بگیرم نسبت به نوشتن و در ابتدا مقالات می نوشتم در روزنامه های مختلف در مجلات بنابه به اصطلاح موضوعاتی که در او زمان مهم بود یا ای که بنابه اقتضاعات سنی و همچنین علاقمندی به موضوع خاص مثلا هنر مثلا شعر. ولی بعدا شروع کردیم به مطالعه چگونگی سناریو نویسی یا فیلمنامه نویسی و خیلی علاقه گرفتم به صورت شخصی که بخوانم چگونه ساختار یک فیلمنامه ریخته میشه و کارهای خیلی ابتدایی در این زمینه انجام دادم، بسیار ابتدایی. و بعد از مدتی متوجه شدم که همی نوشته هایی که من میکنم که اونا میشناسم به عنوان به اصطلاح اثر که میتونه به فیلم تبدیل بشه یا به اصطلاح یک موضوع هنری تبدیل بشه، خود از او در ذات خود خو یک معنا داره، بدون احتیاج به تصویر، بدون احتیاج به نور و زیبایی داره و یک نثر خیلی زیبایی هسته. و همین موضوع باعث شد که من تشخیص بودم که در واقع میتونه که یک داستان کوتاه باشه بنابرای خواندن داستان و ذهنیتی که داشتم و به اصطلاح ذهن من میتونست ساختار بندی کنه یک داستان. به همین خاطر اولین داستان ها در یک مجموعه داستان کوتاه به اسم بوی سرب چاپ شد در هرات که مجموعه داستان مربوط به آثار دختران جوان نویسنده در هرات بود. بانو وسیم بادغیسی داستان‌های کوتاه می نویسد. کلمه را باد می برد نخستین مجموعه داستان وسیم بادغیسی است و اینک مجموعه دیگری از داستان‌هایش را به نام به وقت بخارا در دست داریم. 11 داستان کوتاه در این مجموعه گنجانیده شدند. این داستان ها با نثر زیبا، روان و بعضن شاعرانه نوشته شدند. باز هم از این دریچه نگاه میکنیم. و بعد از او من در سال 84 اولین اثر ادبی به چاپ رساندم که نام او است کلمه را باد میبرد و یک مجموعه داستان است و دارای یک مقدمه هست و او مجموعه داستان نخستین اثر مستقل ادبی من هست که چاپ شده در هرات. و از او موضوع سالها میگذره، 5 سال بعد
من باز دوباره تمام نوشته آخر کوشش کردم که ساختار بندی کنم و اونا رو منظم کنم و دومین اثر داستانی رو به چاپ رساندم که تحت عنوان به وقت بخارا هست که اخیراً چاپ شده، در کابل چاپ شده و در واقع میتونیم بگیم که حدوداً 40-50 تا داستان کوتاه از من به چاپ رسیده و نقدهای مختلفی به ارتباط نوشته شده و اندکی هم در جامعه ادبی هرات ایاسار معرفی شده و همچنین در جامعه ادبی کابل، افغانستان و ایران و همچنین نخستین مجموعه داستان من چندین بار در جوایز ادبی شرکت کرده، در ایران، در تهران جایزه ادبی نصیب شده، در خود هرات و از سوی نهادهای مختلف جایزه گرفته. دو داستان کوتاه این مجموعه به انگلیسی به چاپ رسیده در امریکا و همچنین در صددی هستم که بتونیم به زبان دیگه این داستان رو چاپ بکنیم تا یکی خواننده بیشتری داشته باشه در زمینه ادبیات افغانستان. دیدی که من نسبت به داستان کوتاه دارم، یعنی داستان کوتاه به عنوان یک ژانر مکمل میبینم. یک وقتی که کلمه کوتاه در کنار داستان میایه به این معنی نیست که واقعا کوتاهی در ماهیت از او است، بلکه کوتاهی در تعداد کلمات هسته، کوتاهی در شمارش واژگان هسته، ولی خود موضوعی که به او پرداخته میشه به او صورت کوتاه نیسته. بنابراین من فکر نمی کنم که مثلا رمان یک ژانر بسیار بزرگتر و یا کلانتر و یا عمیقتر نسبت به داستان کوتاه میتونه باشه. گاهی وقتا یک داستان کوتاه دو صفحه‌ای میتونه خیلی تأثیر عمیقتر روی خواننده و روی مخاطب بگذاره نسبت به رمان. و رمان باز کسایی میتونن رمان بنویسند و یا انگیزه و علاقه رو بنویسن که این انگیزه و علاقه رو داشته باشن و همچنین حوصله خیلی زیاد داشته باشن، وقت خیلی زیاد داشته باشن و همچنین استعداد خیلی زیاد داشته باشن که ماجرار از نقطه اول تا نقطه آخر به صورت بسیار سیستماتیک یا به صورت خیلی ساختارمند به پیش ببرند. بنابراین یعنی من تفاوت رمان و داستان دری میبینم. رمان نویسا طبیعتا انسانهای بسیار مستعد و همچنین حوصله‌مند و خیلی علاقه‌مند به ادبیات هستند و دیدگاه از اونا به این صورت پیاده میشه و خدا کنه که من هم یه استعدادی داشته باشم که روزی بتونم رمان بنویسم، ولی به این معنا نیسته که من از داستان کوتاه یک قدم به طرف رمان میرم. اگر که در این داستان کوتاه هم باقی بمانیم، مثلا بسیار از نویسندگان بزرگ، هم میتونه یک عامل موفقیت باشه. وسیم بادغیسی در داستانهایش بیشترین به زنان و دنیای آنها میپردازد. او در داستانهایش تصویرهای نگریستنی از زندگی و روزگار و انسانها دارد و خواننده در داستانهایش به تعبیرهای تاریخی و فرهنگی نیز میرسد. گاهی هم از قصه های همیشه جاری زندگی زنان در جامعه داستانی میپردازد که دنیای نوی را با خود دارد. اینک به تکه های از یک داستان او نگاه میکنیم. در آن گور دست جمعی وقتی پاره استخوان‌هایت را پیدا کردم از چشم‌هایت خبری نبود. برای همین از خودم میپرسیدم وقتی زمان آن چشم‌ها را از سو میاندازد چی را جایگزین میکند؟ باز نشستم پای هاوس و زمان را شمردم. آخر زمان هنوز تاوانش را پس نداده است. ساکت می شوم و تو به فکر فرو می روی. انگار زمان می ایستد برای چند لحظه، چند ساعت، چند روز، چند سال و چند تا اینکه زبان می گشایی و باز هم تو را می بینم در یک دوره دیگر. اینجا نه، شاید جای دیگر. من در نوشتن داستان کوتاه تحت تاثیر کدام عوامل بودم و چه شرایطی باعث شده که من علاقه به نویسندگی داشته باشم یا ای که
موضوع برای نویسندگی انتخاب کنم. در قدم اول فکر میکنم که اگر که زیاده گویی نکنم، بیشتر این موضوع مربوط میشه به یک استعداد درونی و یک تخیل مربوط میشه. یعنی انسان ها وقتی که زاده میشن دارای استعدادهای مختلف هستند. یک فرد دارای استعداد تکنیکی خیلی زیاد هسته، به لحاظ تکنیکی خیلی قوی هسته، یک فرد به لحاظ ادبی و تصویرپردازی و ای که ماجراها و قصه هایی که میشنوه، آدمایی که میبینه، شخصیت هایی که میبینه، سخنایی که میشنوه، تمام اینا در ذهن فرد نویسنده به اصطلاح ماندگار میشه. و چون این فرد داره یک تخیل هسته و چون این آثار دارای به اصطلاح زمینی ماندگاری هسته در ذهن، تمام اینا باعث میشه که بعدن اگر که فرد داره احساس خیلی قوی باشه و همچنین انگیزه داشته باشه برای نوشتن، میتونه بعدن اینا به صورت داستان یا به صورت شعر یا به صورت یک اثر هنری یا به صورت مثلا چی بگیم یک اثر تصویری بیرون آورده بشه. و باز احتیاج داره به تکنیکای خیلی زیاد و احتیاج داره به ای که ساختار بندی بشه و بعدن به صورت داستان بیرون میشه. پس نخستین عاملی که من گفتم بیشتر مربوط میشه به ذات یک فرد که علاقمند به چی هست و همچنین چگونه یک ذهنیت داره، آیا تخیل قوی داره، آیا داستان پرداز تصویر پرداز هسته. دومین عامل که فکر میکنم تاثیرگذار بوده در مورد من، همون رقم که گفتم، بیشتر مربوط میشه به محیطی که من در اون رشد کردم. از کودکی بیشتر کتاب به عنوان هدیه دریافت کردم، داستانهای کودکانه رو به عنوان هدیه دریافت نکردم و خانواده ما وقتی که به یک کشور مسافرت میکردن یا به یک شهر مثلا به کابل میامدن یا یکی به مشهد ایران میرفتن، همیشه هدیه که میگرفتم هدیه کتاب بود و همو خواندن سبب شد که باز خود ما هم علاقه پیدا کنم که کتاب بخرم. و همچنین باز زندگی ما افغان ها، علت سوم اگر بگم، زندگی که ما داریم و به اصطلاح نوع زندگی هست که قابل روایت هست، به دلیل ای که ما در قرن 21 زندگی میکنیم ولی به لحاظ به اصطلاح احساسی، به لحاظ روابط بسیار نزدیکی که داریم، به لحاظ اجتماعی زندگی ما قابل روایت مثل داستان‌های بسیار قدیم هسته. من به نام تجربه شخصی خودم در خانواده کلان شدم که داره جمعیت خیلی زیاد بوده، داره مثلا روابط بسیار نزدیک بوده، تمام اینا تاثیرگذار هسته که شما چگونه احساس بکنین، چگونه نسبت به پدیده‌ها واکنش نشان بدین. این چند موضوع، یعنی تخیل قوی، مثلا زندگی ادبی به اصطلاح خانوادگی و همچنین تاثیر خانواده و اجتماع و همچنین مسائل عمومی تاثیرگذار هست، مثلا جنگ اثرات از او، مهاجرت اثرات از او، مثلا فقر عمومی که در افغانستان است اثرات است از او. تمام اینا سبب شده که شما به عنوان یک شخص نسبت به پدیده‌های مختلف واکنش نشان بدین. همچنین علت دیگه یک نوع بیداری هست که شما در اثر این بیداری خود شخص خود رو به عنوان یک فرد مطرح میکنین، داره یک هویت میشناسن، داره یک خواسته میشناسن و داره یک انگیزه میشناسن. تمام این مسائل باعث میشه که شما یک دیدگاه مشخصی داشته باشین و این دیدگاه مشخص توسط یک رسانه مشخص که مثلا شعر باشه یا یک داستان باشه شما ارائه میکنین. همه این عوامل باعث شده که من به سمت داستان نویسی برم و همچنین
لازمه که من از افراد هم نام ببرم که اونا تاثیرگذار بودن در زندگی ادبی و در نوشتن، که بازم میگم که خانواده من خیلی اهل ادبیات بودن، خود پدرم زیاد اهل شعر هستن و همچنین برادرم یکی از شاعرای هستن که خیلی مشوق بودن در این زمینه و همچنین یک به اصطلاح در خانواده همیشه یک منتقد بوده و یک بحث ادبی بوده، وقتی که نان میخوریم، وقتی که چای میخوریم، وقتی که تلفن گپ میزنیم و تمام اینا باعث میشه که شما در جریان مسائل ادبی قرار بگیرین و یا ای که به صورت ادبی و هنری فکر کنین و یا ای که به دنیا نگاه کنین به همون صورت. زمانی که من یک برخی از داستانها نشته میکنم یا برخی از اونا طرح از اونا میریزم، کاملا به صورت ناخودآگاه هست، یعنی مثل ای که یک تحت تاثیر یک شعاع نور قرار بگیرین و شما به گوشه میرین و شروع میکنین بنوشتن و یک اموز چوکات اصلی ریخته میشه و شیوه ایمه به همین صورت هسته. وقتی که وقت داشته باشم و علاقه داشته باشم و اگر که خدا با من یار باشه و اینقدر خوشبخت باشم که همو تحت تاثیر همو اشعه قرار بگیرم، همو طرح میریزم و بعدن کوشش میکنم که ساختارمند بکنم این داستانه و از تکنیک استفاده کنم و بعدن کوشش میکنم که به اصطلاح یک اوج و فرودی به این داستان بریزم. بعض وقت اینقدر او خود قصه قوی هست و اینقدر به اصطلاح زیبا هست و نثری هست که من خودم به زبان طبیعی هیچ از دل نمیشم که دست بزنم به او داستان و نمیگم که تمامی نوشته های من به همین شکل است، ولی بعضی از اونا که خودم خیلی علاقه دارم و خیلی دوست دارم و بارها بارها بخوانم برای من جذابیت داره شخصا و خدا کنه که برای مخاطبم جذابیت داشته باشه، به همین شکل است. ولی بعضی وقتا هم قصه های مثلا نظر به موضوعات زندگی، تاثیرات مثلا عادی زندگی نوشته میشه که باز او اثر هم یک اثر عادی محسوب میشه که شاید در و احتمال به احتمال زیاد در نوشته های ما هم همین رقم قصه ها باشه. خیلی حوادث خیلی کوچک هسته، قصه های خیلی کوچک یا هسته که تاثیرگذار هسته و آغاز میشه برای نوشتن، مثل ای که مثلا گاهی شما تحت تاثیر یک نگاه قرار میگیرین و برداشت خود خور از این نگاه نوشته میکنین و چون از تخیل کار میگیرین سبب میشه که شما ماجرای بسازین از این موضوع. در نوشتن خیلی تاثیرگذاره همین حوادث کوچک، ماجراهای کوچک، آدمای خیلی طبیعی، احساسات خیلی طبیعی و قوی، راستی و درستی در امی دنیا. وقتی که میبینی که مثلا یک حرف صادقانه میشنوی، یک سخن صادقانه میشنوی، یک حس انسانی دریافت میکنی، اینا اثرگذار هسته در زمینه نوشتن. و اگر که باز هم یک درون خیلی قوی داشته باشی در زمین نوشتن، یک ذهنیت خیلی قوی داشته باشی، اینا سبب میشه که به یک اثر هنری تبدیل بشه. ولی گاهی وقتا همی زیبایی هم سبب نوشتن نمیشه، گاهی وقتا به هدر میره، چون که باز نویسنده هم به عنوان یک شخص در تاثیر ماجراهای دیگر زندگی هست، مسائل دیگه غمنان هست و اینا باعث میشه که باز نویسنده به کار اصلی نویسندگی خود را نپردازه. موضوع دیگه که باید به او اشاره کنم این هسته که ما در سرزمین زندگی میکنیم که داره سابقه درخشان ادبی هست، چیزی که واضح هست، مبرهن هست و هر کس نسبت به این موضوع آگاه هست و وقتی که شما آثار بزرگان مثلا مثل مولانا یا شاهنامه یا مولانا یا فردوسی
میخوانن شما یا مثلا در شهر هرات که زمینه خیلی زیادی هست برای آشنایی با شعرا و ادبای بزرگ، تمام اینا عوامل تاثیرگذار هست که شما نسبت به ادبیات علاقمند باشه و به اصطلاح این میراث نیاکان خواسته باشن که حفظ بکنن، و اگر شده یک نقش بسیار کوچک و ریزی در حفظ از او داشته باشن و زبان به عنوان یک میراث فرهنگی شما حفظ بکنن و او به اصطلاح نقش داشته باشن در ادامه از او و نسبت به وضعیت کنونی و مثلا تأثیراتی که زبانهای دیگر بر روی زبان داره، شما احساس مسئولیت داشته باشین که نسبت به زبان داشته باشین و نسبت به ادبیات فارسی و میراث فرهنگی که دارین. چون خود من شخصا از ولایت بادغیس میایم و حنظله بادغیسی یکی از اولین شاعران و یا بعضا گفته میشه نخستین شاعر پارسیگوی بوده و همچنین در هرات زندگی کردیم و یا در منطقه خراسان زندگی کردیم و همچنین در کابل، و تمام اینا عوامل هسته که شما بیشتر از این که شما مجسمه سازی ببینین یا یکی مثلا نقاشی ببینین یا مثلا فیلم سازی ببینین، بیشتر ادبیات میبینین، بیشتر شاعر میبینین، نویسنده میبینین. اینا همگی تاثیرگذار هسته که شما گرایش داشته باشین نسبت به ادبیات و گرایش داشته باشین نسبت به داستان نویسی. بیشتر از نویسنده های که در افغانستان هستن یا در زمینه افغانستان می نویسن و یا نوشته کردن، خب برخی کتاب های خیلی مشهور هست که همه خواندن، مخصوصا اهل ادبیات و داستان، مثل مثلا کتاب بادبادک باز آقای خالد حسینی که همگی از اون مطلع هستن و کتاب خیلی زیبایی هست، و یا بیشتر علاقه من شخصا به سمتی میره که نثر خیلی زیبا داشته باشه، یعنی نویسنده ای که نثر زیبا داشته باشه و مرا تحت تاثیر نثر خود رو قرار بده و پیوستگی داشته باشه، چینش کلمات خیلی خوبی داشته باشه، با واژگان خیلی احساسی برخورد بکنه و یا به اصطلاح دارای معنی و ساختار باشه، ترتیب واژگان از او یا چینش واژگان از او و یا ای که یک ماجرایی که به او میپردازه یا به اصطلاح موضوعیتی که داستان برای او شخص داره، اینا برای من مهم است. از افغانستان کسایی که میتونم بگم که بسیار تاثیر گذار بودن یا به آثار از اونا علاقه دارم، بیشتر مثلا من در خیلی سالها پیش یک داستان خوانده بودم به اسم سپیدارهای بلند باغچه، که این سپیدارهای بلند باغچه یک داستان بسیار کوتاهی بود از اعظم رنورد زریاب، و تا حال همو داستان کوتاه در ذهن من هست و هر وقت که من نام این نویسنده رو میشنوم تا تاثیر همو داستان یادم میاد. و یا کتاب خاکستر خاک آقای عتیق رحیمی بسیار تاثیرگذار است، او ماجرای کودک و پیرمرد در جریان جنگ و بانویی که مثلا در جنگ در آتش میسوزه و این مسائل، اینا ادامه پیدا میکنه در ذهن. و از این اشخاص میتونم نام ببرم و بیشتر ترجمه آثار من زیاد خواندم، یعنی بیشتر از نویسندگان کلمبیایی خیلی خواندم و آمریکا، نویسندگان آمریکایی، و بیشتر علاقمند به این آثار او اشخاص هستم. و واپس این سخن این که انان به دست فرومایگان مده زنهار، که در مصالح خود خرج می کنند تو را. با درود بدرود.